مهمانان بسیار خوش آمدین. و بس آقای رئوفی، اگر با شما آغاز بکنیم از آخرین وضعیت مهاجران افغان در پاکستان بگوین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و استاد محترم، مهمان عزیزتان، شنوندگان و بینندگان محترم و همکاران تکنیکی شما. خدمت شما باید عرض بکنم که ما دایستاد خاموشی قبل از طوفان تشویش آور از نسبت به جریان طوفان. بله. بخواهید نخواهید دقیقا مهاجرینی که در پاکستان چی بعد از 15 اگست، قبل از 15 اگست چی بعد از او، همه گیشی تشویشی را فرا گرفته و در یک حالت کاملا تشویش و نگرانی زندگی میکن که چی تو خواهد شد سرنوشت بعدی برادرهای مهاجری ما. بله. بله آقای رئوفی، کسانی که پس از 15 آگست به پاکستان رفته، اینها همهشون ممکن است مدارک قانونی داشته باشه، یعنی ویزا داشته باشه، پاسپورت داشته باشن. مشکل با کسانی است که میگن غیر قانونی در پاکستان هستن. دقیقاً اعلام دولت جمهوری اسلامی پاکستان و میاسونی دولت هم مبنی بر اخراج یا دیپورت آن ده از مهاجرینی هست که گویا غیر قانونی وارد کشور شده هستند. اینه بدون ویزا، بدون پاسپورت، بدون دیگه و دیگه داخل کشور شدن و مدتها قبل اینا زیست کردن که اینا در بالاخره در اثر در دوامدار زندگی کردن ازی ها، دولت پاکستان برای ازی ها کارتای SCCR و UNCR به اینا کارتای PUR در یک مرحله توضیح کردن. اینمی کارتا الا اینمی آخری نیم ها که جون اینا در دیگه چون در خلاص شده دیگه جایی برای تمدید باقی نمانده. از تصمیم دولت به ایسته که این مهاجرین گویا باید دیپورت شوند یا این وطن ترک بگند. ولی به هر حالت تاثیر بسیار منفی داره بالای روح روان تمام مهاجرینی که در پاکستان زندگی میکنه. بله آقای رئوفی، همونطوری که اعلام کرده تا یک ماه دیگه از سر گرفته میشه، ولی یک پیشینه دار اخراج مهاجران افغان از پاکستان، شما فکر میکنید که چقدر معیاری و یا هم بر اساس هم اصول پذیرفته شده عمل میکنه؟ یعنی کسانی که واقعا مدارک قانونی نداره اینها را اخراج میکنه، یا هم نیروهای پلیس فقط هر افغانی را که در گیرش آمد به هر حال میگیرن، بازداشت میکنن و سرانجام بیرون میکنن؟ قبلا نرس کردم که تشویش و نگرانی تمام مهاجرین دمی هست که در مو کمبود 40-41 کالی و در همه مهاجرین شامل نشوه و او کسایی که واقعا بعد از 15 اگست آمده همه با مدرک قانونی وارد کشور شدن، دارای پاسپورت هستن، ویزا هستن، که در مسئولین دولت سرپرست هم چندین بار صحه گذاشتن که بله اینا در جمله مهاجرین غیر قانونی حساب نمیشون، اینا مهاجرین قانونی هستن که با پاسپورت و ویزا و ایگبا شامل داخل کشور پاکستان شده گیستن. ولی در عملیات ها، در گرفتاری ها، در نایا و نواهی مختلف این دیگه بسیار تفکیکش مشکل خواد بود. اما یک تعداد کسایی که ویزش ختم شده در حال اپلای کده که ویزه برسه، یک تعدادش در حال جریمه هست، یک تعدادش داره یک مقدار کیس های کیسنبری یونیسیار و شارپ و یا دیگر در مراجی بلمیلی هست، همه که دارای تشویش و نگرانی هست. تشکر. اما رقمی که جهان امروز به تشویش و نگرانی هست، گاهی پیشنهادات معینی به دولت پاکستان داره که در این رابطه تجدید نظر کنه. ما هم به بحیث یک شهروندی هم کشور، بحیث یک مهاجری بسرپناه تمنا و تقاضا ما نمیست که دولت پاکستان رای بهترتر و معقولتری را پیدا کنه تا این مشکلی مهاجرینی که ما در پاکستان زندگی میکنیم، ولو که 1 میلیون یا چند میلیونی که هست زندگی میکنیم، مطابق اینمو به حساب میثاقهای بین‌المللی با ما یک مقدار برخورد صورت بگیره، مطابق کنوانسیون های بین‌المللی باید با مهاجرین در هر جایی که هست در سر زیر دنیا باید برخورد صورت بگیره. زیرا مهاجر خوب فهمیده میشه که مهاجر یعنی کسی که در اثر یک حادثه، هر حادثه ای که باشه، وطن اصلیش را ترک میکنه، به وطن دوم سوم میره. این یک قانونمندی خود در جهان بشریت داره و مطابق قوانین بین‌المللی و داره یک مقدار حقوق معین انسانی است. بسیار تشکر. ما از این حداقل استفاده کنیم.
سپاسگزارم. ممنون شما آقای توانا. سال قبل حکومت موقت پاکستان تصمیم گرفت که باید مهاجران افغان را از این کشور بیرون بکنه و میدانیم بدون شک که این روند آغاز شد، عملا مهاجران از پاکستان اخراج شد ولی متوقف شده بود. با روی کار آمدن حکومت تازه در پاکستان، امارت اسلامی خوشبین بر این بود که روابط میان کابل و اسلام آباد بهبود پیدا بکنه، ولی دیدم میشه که نتیجه برعکس است و حکومت روی تازه روی کار آمده در پاکستان هم همون راهی را تعقیب میکنه که حکومت موقت پاکستان دنبال میکرد. فکر میکنین که چرا این همسایه به گفته بسیاری ها این گونه ناخلف شده؟ آقای توانا صدای مرا دارین شما؟ متاسفانه ارتباط ما با آقای توانا با مشکل برخورد. آقای رؤوفی، از شما باز هم میپرسم، شما فکر میکنین که آیا مانده مهاجران غیر قانونی، کسانی که اسناد نداشته باشه، چون یک مرحله ای را پاکستان عملی کرد و دیدیم که خب صدها هزار مهاجر افغان را بیرون کرد؟ بله، سوال از من. بله آقای رؤوفی. خب دلیل بیرکل روشن است که ما بارها از همین طریق تلویزیون شما و طریق همه به برنامه‌های حساب نازنین شما عرض و پیشنهاد کردیم که میتونن کشورها دولتین مشکلات درونی خود از راه یک تفاهم دیپلماتیک حل بکنن، نه مینیسی ابزار مهاجر مظلوم بیچاره استفاده شود. به هر دو طرف پیشنهاد ما میاست، یعنی مهاجرین افغانستان باید وسیله و ابزار و عامل فشار به همدیگر قرار نگیره. ولی بدبختانه متاسفانه ما در حالی که از او کشور ایجا آمدیم به این حالت، این حالی در ایجا تحت فشارهای گوناگون قرار میگیریم که گویا اگر لازم باشه دولت افغانستان یکم عقب نشینی باید بکنه قضایا. خوب اگر لازم باشه چرا نه، باید بکنم، به دلیل از اینکه سرنوشت ها مسئولیت دارن در قبال سرنوشت تمام شهروندان کشور در سراسر دنیا، من جمله پاکستان، من جمله ایران، من جمله سایر کشورهایی که ما مهاجر شدیم یا مردم افغانستان مهاجر بر دلیلی که شده. آقای رؤوفی، فکر میکنین مهاجران قربانی هم سیاست ها میشه؟ چون پاکستان گفتن که مهاجران غیر قانونی اینها در حملاتی که در پاکستان رخ بده دست داره، این ادعایی بوده که پاکستانی ها داشته و تصمیم گرفتن در نهایت اخراج مهاجران غیر قانونی را به گفته خودشان اخراج بکنن. این روشن است که بنا به مناسبات مرزی که ما با کشور پاکستان داریم، روابط پیوندهای خونی و قبیلوی یکی که داشتیم و داریم، روابط رفت آمد از گذشته بسیار تکلی عادی بدون پاسپورت بدون ویزا. ولی حوادث پی در پی 40 سال اخیر و خصوصا در چند سال اخیر باعث از این گرزیده که در هر حادثه ای که صورت میگیره دولت پاکستان اعلان میکنه که از 4 یک یا 2 یا 3 اینا افغان هستن، یعنی اگر انتحاریست انفجاریست در هر حادثه که میشه این به حساب ما یکی از این افغان ها یکی از کشور افغانستان اینا شریک هستن. وقتی اینا وقتی که شریک باشن یک داد انگیزه میتونه برای دولت پاکستان تا از درون پاکسازی شود. بله، تا از درون پاکسازی شود. هر کسی که با شناسایی شود، کسی که در داخل کشور می باید ویزا داشته باشه، پاسپورت داشته باشه، منظور دولت پاکستان هم همی است. ولی بدونی با ویزا و با پاسپورت فکر نمیکنم که چنین مشکلی را داشته باشه. ما میبینیم که نمیجا با ما چندان او تو برخورد که خلاف او در قوانین و بین ملی و بین المللی یا انسانی باشه به یقین صورت نمیره. خصوصا مردم شریف پاکستان به حد آدم در برخورد انسانی میکنن که حتی آدم در وطنش به این رقم یک عزت و اعتبار از طرف مردم داشته نمیشه. ولی به هر صورت این مناسبات است، این مناسبات مرزی پیشنهادی ممی است که رای حل باید پیدا بکنن. ولی چی میتونه مثلا حکومت سرپرست چی میتونه به خاطری که پاکستان را متقاعد بسازه که این تصمیم را که گرفته بار دیگه عملی نکنه؟ دولت سرپرست میتونه که خب با وجه که در دوره کسی جهان به رسمیت نمیشناسه و اون یک گپ زیر یک تعاملی که داره با ملل متحد یک پیشنهاد کنه، وقت میده با گذاری کنن که در این موضوع مشکلی که ما با پاکستان مشکلی مرزی داریم یا مشکلی سیاسی داریم، هر مشکلی که دو کشور داره و یقینم داره اینا از یک دیپلماتیک از یک تفاهم بدل شود.
ای و به ای گپ نمیشه و که هر کشوری هر دولتی میاید تا پای قدرتای خودش یک مناسبات نادیده گرفته پس میره به طرف داخل عمر. ای واقعیت نیست. واقعیت ایست که ما باید با دولت همسایه خود ما پاکستان یا ایران یا تاجیکستان یا سایر کشورها باید مناسبات همسایه‌داری نیک خود به وجود بیاریم و این مناسبات نیک در شد در بحساب در با حفظ بحساب احترام متقابل متوافق منافع کشورهای دو طرف مطابق میثاق‌های بین‌المللی صورت خواهد گرفت. در غیر از این ممکن نیست که یک طرف آدم قضاوت بکنه و یک طرف صدا بلند کنه و تمنا و توقع داشته باشه که حتما دولت ها به ما از راه ترحم و گپ استفاده کنه. نمیشه چنین گوی. بهتر است که این میثاق‌ها را این مناسبات همسایه‌داری را این مناسبات بین‌المللی در تفاهم در تحت هدایت یا نظر ملل متحد رای حل و تایید. بسیار زیاد تشکر. ادامه نیمه روز پس از رفت و برگشت کوتاه برمیگردیم. به ادامه نیمه روز خوش آمدید. آقای توانا، شما همونطوری که پرسیدم متاسفانه ارتباط ما با شما به مشکل برخورد. پاکستان تصمیم گرفته بار دیگر تا یک ماه دیگر روند اخراج مهاجران افغان را آغاز بکنه. شما فکر میکنین که چرا بار دیگر این کشور تصمیم گرفته برای اخراج مهاجران افغان؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در آغاز سلام و تمنیات خدمت شما مهمان عزیز برنامه و همه بینندگان عزیز طلوع نیوز تقدیم دارم. ممنون. اگر بهتر این خواد بود که پیرامون شناخت دقیق از پاکستان و پیرامون قضایایی که بعد از ایجاد پاکستان تا به امروز و روابط بین پاکستان و افغانستان یک مرور داشته باشیم، این مسائل کاملا روشن میشه که چرا پاکستان در هر وقتی بهار پاکستان گل میکنه. بله. و با توطئه ها و دسایسی در برابر همسایه های خود حرکت هایی را انجام میده که بشان دو کشور همسایه و مسلمان نیست. از ایجاد پاکستان تا به امروز هیچگاه روابط دولت ها میان پاکستان و افغانستان آنچه که لازم بود میان دو همسایه طوری حسنه نبوده. و پاکستانی ها همواره از هر آبی گلالود مایی دلهای خود از سید کردن و شکار کردن. اگر ما در دوره سالهای اشغال اتحاد شوروی بر بگردیم، پاکستانی ها از تقابل شرق و غرب استفاده کردن و از نردبان افغانستان به بام دنیا بلند شدن و برعلاوی که مهاجرین افغان و جهاد افغانستان هیچگاهی به ضرر پاکستان نبود و باعث تقویت و عظمت پاکستان بود، پاکستانی ها با آغاز پاسداری از این نعمت بزرگ الهی به حق مردم افغانستان در او دوره هم خیانت کردند، یک جریان جهادی را به جریان های متعدد تبدیل کردند و بعد از پیروزی اجازه ندادند که ملت افغانستان نتامشان شرین شود و شهد پیروزی را حس بکنند. امواره پاکستان وقتی که از آغاز ایجاد تا به امروز توسط MI6 انگلیس و سازمان سیای ایالات متحده امریکا رهبری میشه و پاکستان یک کشور مستقل نیست، یک کشوری است که ایجاد شد به منظور برهم زدن نظم کشورهای اسلامی در منطقه و این نقش بازی میکنه. دیروز هم این نقش منفی را در برابر مردم افغانستان ولی تصمیم که پاکستان گرفت آقای توانا در مورد اخراج مهاجران افغان پس از آن بود که مقامهای پاکستانی متهم کردند افغانها را که در حملات اخیر در پاکستان دست داره و همینطور هم گفتند که خاک افغانستان علیه کشور استفاده میشه. تصمیم هم درست زمانی گرفته شد که حکومت موقت در پاکستان روی کار بود. بسیاری ها باورش این بود که این تصمیم با روی کار آمدن حکومت تازه ممکن است لغو شود. حتی امارت اسلامی خوشبین بر این بود که با روی کار آمدن حکومت جدید روابط میان کابل و اسلام آباد بهبود پیدا بکنه، ولی همونطور که قبلا پرسیدم حکومت تازه همان راهی را انتخاب کرده و دنبال میکنه که حکومت موقت دنبال میکرد.
شما اجازه بتین ما به اینجا میرسیدم، کشورهای دیگری دارای یک راهبرد و دارای یک ائتلاف و دوستهای بین المللی و اتاق فکر و پیرامون افغانستان، افغانستان شناسایی که در پاکستان وجود دارن، نکات ضعف و قوتی کشور ما را کاملا میدانند. ما اشاره کردم که پاکستانی ها مستقل نیستند و هیچ تصمیم پاکستان بدون حمایت و چراغ سبز ایالات متحده آمریکا و انگلیس ها صورت نمیگیره. اگر با کسی خنده میکنن و با کسی التیماتوم صادر میکنن، شما ببینین که پاکستانی ها در برابر افغانستان ادبیاتی که به شأن یک همسایه نیست، یکی از وزرایش اعلام میکنه که ما پامیر اشغال میکنیم، دیگرش میگه که ما به تمام افغانستان برابر یک پاکستانی حساب نمیکنیم و توطئه هایی که در پاکستان صورت گرفت و جریان های افراطی و جریان های متعصب و متحجر که در پاکستان هست گزاری شد، آوازی که پاکستانی ها به اشتباه راهبردی خود که به اساس دساتیر سازمان های استخباراتی و جریان ها را ایجاد کردن و حکومت پروژگیر در راستای بدامنسازی کشورهای اسلامی و منطقه نقش ایفا کردن، برف بام خود بالای دیگرها می ریزن. اگر ما تمام جریان هایی که امروز جهان به امن ساخته و بررسی بکنیم، مادر این جریان ها پاکستان بوده که با پدر ایالات متحده آمریکا و انگلیس در پاکستان تولد شده. وضعیت که اینا با مهاجرین را اخراج میکنن و 500 هزار مهاجر را در سخت‌ترین شرایط از پاکستان اخراج کردن، زنان و اطفال را به تنهای پاکستان انتقال دادن که در شأن دو کشور همسایه نیست. یک کشور اسلامی برادر که دارای یک سرحدات طولانی بیش از 2800 کیلومتر ما سرحدات داریم و پیوندهای مشترک داریم، قطعا به شأن چنین حکومتی نبود که در برابر افغانستان چنین کار را انجام میداد. بله. وضعیت موضوع در جای دیگری است، باید ما موضوع را به شکل روشن باید صحبت بکنیم. من میخوام امیر بپرسم که جو مشکل آقای توانا شما فکر میکنید چرا آمریکا و انگلیس مثلا بگویا که اخراج بکنه؟ اشاره میکنم خدمت شما عرض میکنم که در شرایط کنونی همونطوره که آمریکایی‌ها از افغانستان بیرون شدن، اقدامندانه به مصابه یک مار زخمی بیرون شدن، نتوانستن که اشغالشان را به موفقیت تبدیل بکنن. در این راستا پاکستانی ها در گذشته بعد از خروج نیروهای اتحاد شوروی ماموریت داشتن که مجاهدین را بدنام بسازن و اجازه نتن یک حکومت در آنجا ساخته شود. فعلا ماموریت دیگری دارن که حکومت امارت اسلامی را باید بدنام بسازن و اجازه نتن که یک حکومت مقتدر در افغانستان شکل بگیره. باید اینجا هوشیاری مسئولین نظام است که باید متوجه شود. ما باید بر اصل خود بر بگردیم، از توطئه های چه همسایه ها و چه قدرت های استعماری آگاه شویم، برای بیرون رفت از این بحران و مدیریت اوضاع برنامه جامع داشته باشیم و برای حل مشکلات داخلی قدم های مؤثر را برای ساختن یک نظامی که امین نظام، برای تقویت امین نظام خواستهای مردم ما و تقاضاهای مردم به آن لبیک بگیم. ما زمانی که ما یک ملت متحد و یک پرچه و یک حکومت منظم بودیم و مسایه ها و کشورهای دور و نزدیک میدانند، با دو زمان جرأت کرده نمیتوانند که در امور داخلی ما حرفی بزنند و به سرحدات ما تجاوز بکنند، هر وزیری، هر مسئولی و حاکمی حرفی بزنند. متاسفانه در پاکستان، اجازه شما بدین، متاسفانه در پاکستان همونطوره که حکومت در دستگاه استخبارات غربی ها با ویژه MI6 و سیاست، احزاب دینی آنها که مردم افغانستان از اونها تقاضا داشت که باید در پالوی مردم افغانستان و مهاجرین استاد میشدن، اکثری از اونها هم جریان های استخباراتی بودن که نتوانستن در چنین شرایط حساس از مهاجرین افغانی حمایت میکرد و روش مطلوب را پیش میکرد که روابطه بین دو کشور همسایه و مسلمان، بین افغانستان و پاکستان با وجود میمد. این همه توطئه ها توسط کشورهای غربی و که پاکستانی ها به مسابقه یک پروژه عمل بکنند و ارتش پاکستان یک ارتش عجیر است مثل ارتش مصر، هرچی که دستور داده شود او را انجام میدن. بسیار زیاد تشکر آقای عبدالرؤوف توانا، استاد دانشگاه، از حضورتان در برنامه.
بکنید.